یکی محرومی تکرار است و بس، چون شرر انجیل و یک بار است و بس. یه نست افق از دلی سنگین تی، هر کجا رفتم کوسار است و بس. جهل ما به دل به آگاهی نساخت، نور بر ظلمت شبی تار است و بس. نور بر ظلمت شبی تار است و بس. سلام گرم و جوشان به همه شما دوستان عزتمند، مخلصان عزتمند، شاگردان عزیز من، دانشجویان محترم من که امروز شما به این محفل زندگی نامه ما قدم رنج نمودید، یک جهان سپاسگزارم از شما و سلامت باشید. مرحبا. دوستان عزتمند، تماشابینان گرامی، قدر آینه نیلگون شبکه سفینه، امروز یک ذره هم که باشد هم صحبت ما را بگذرانیم، هم به آیندگان، به نسل جوانان یک تأثیرات معنوی و یک فهمیش موسیقی و فهمیش صنعت و فرهنگ و دیگر چیزها را باقی مانده گذاریم. یعنی این برنامه زندگی نامه از دیروز تا به امروز و برای آینده گفتنی گپ است که من در دوام همین قدر سال، بیشتر از 50 سال در صحنه بودنم، من چیکار کردم، چی مرا مجبور کرد، چی مرا کشید آورد به سوی فرهنگ، به سوی صنعت، به سوی ژانرهای مختلفی صنعت، صنعت تاجیکی، بیشتر به صنعت فلک، بعدم به صنعت معاصر و بعدم به صنعت معاصر امروزه که به قول بچه‌ها که جوان امروزه که استراده، همین ها هم مرا کشیده آوردن که هم نه از در فلک هستیم، در این جریان باید همان بود. من 26 اکتبر سال 1950 در خاندان دهقان، کتابدار، هنرمند، خب که امک و پدرمون، پدر امکام که بسیار از سالهای 1800 هنرنمایی کردند، از پدرم کلان بابای برات، از بابای براتم بالا بابای قربان، از او بابای آدینه هست که در یاخسو، در درباری میر یاخسو کار میکرده است و می شود که همین میر یاخسو بسیار قبولش، همین دوستش می داره، همین را خوهر خیچانه به همون بابامون می ته و آمده در کل، کل حیات بگ می گه ما در همون جا وطن دور می شون و وطن دهه می سازن و یک همین خواجگی بسیار با قوت همون دوره و زمان خودشون می شون. و بعد از او بعد بابا هم دیگر همه خیلی آمده با درای امامو با اینجا آمده، بعد با داغستان، در داغستان مسکن میگیرم. از همه میوه شیرین در باغ زندگی این چیست؟ این میوه ایام کودکی است که هر وقت بینید که جمعه در خاطرش هست، پنجشنبه هم بود با من در پاریس بودن، وقتی که با پیشبری و تشبوس محترم جناب عالی من صاحب عنوان اردن درجه عالی سرایندگی و نوازندگی یونسکو گردم پاریس، همون شب مهمانداری برامون در خرسندی مونه رفتیم، همون باشنه را برامدیم، همون تورش فیل باشنه را تورش برامدیم، همونجا ششتیم و بعد یکی آرام موندم، بعد همین پوشوی امو خار و پوشوی قشلاق بایدم آمدن، امو جای کودکیم گشتگی به خاطر آمدن،
کمتر یک غم زفت یک رفت مرا گرفت و لیکن با جمعه خون گفت چو کردی؟ استاد ما گفتم اینجا کمتر گفت دوره با کودکیت بزد ما گفتم خواب برای که پدرم زینده کودکم که مرد زینده میبنو خو میبدن که میدیدن افسوس پدر و مادرم نیستن که یک برو ببینن من خو پدرم که از قید حیات گذاشتن سینفی پنج شش بدیم خب خیلی معلم برادرام اینا معلم ها جوانتر بودن سعید از دنبال من بود دنبال سعید نورالله بود دنبال نورالله شودروان سیف الله بود دادر خوردی همون برادرام خیلی نظرالی بودن ما راه شودروان مرادالی شودروان اکه براتالیم بودن سینف پنج بودیم و شش گذاشتیم این سینف چهار گذاشت سه گذاشت نورالله سینف دو معلم سعید سینف چهار گذاشت خرماتی سیف الله مایده ترک بود بعد مادرم دیگه گوجو شد و دراو میکرد و پلا گرفت میرفتیم ما درزا میبسیم خطی و چمان درزا رو میبسیم خف میزدیم توب میکردیم خیرمن میکردیم بعد با خرار را سور میشه میگردوندیم میسپردیم با کالخوز بعد مهنت مینوشتم همونجا ده بعد یکی از دیرکتری اینترنت سرچما شودروان فتا سمد با یک جویگی نوریدین محمودوف کتیب رای کومی نوحیه دنغره دن. بعد یک چند نفر مهمان شدن در خیرمن همو قشلاق ما همجا مهمانداری شون کردن رئیس ها و دیگر ها ما غجه کم قطعی تولاکو من در همین تای پلان کپا کپایی که همونجا که اوچه همون کپا کرده برای ما سویگی همونجا خراغ میخیره میشینیم بازی میکنیم دو ماشیده مردن پدر مانا خزیق میشه ما فکر میکنیم با خود میگیرم خود ما دادارم گریه میکنه خیلی قین های اکام اسکری در ارمیه در خدمت در اما برگادی را زورا کم که همی حافظ آوردن برای بلوش داگی بروتور یک هم خیلی میکنن میتوان ربابا را تارا را جور میکنن بعد ما گفتم که یک بار بگون امو یک تارا یک بار مرا تن من یک باید بگون یک باید هیت من تو کودکی بی اقل تر چا بایدیم خیلی زدم سه چهار دو با خب کم با یک سه چهار دو گذد با آمدم با دیلم نم با میام فرم گردم با میام همین نمیمونه دیلم نمیمونه در خیلی چو کنم مجبور شدم بعد یک های دور مرا همین که دید فتا سمد دیرکتری اینترنتی سرچشمه دید گفت اما اون بچه چی میگه؟ هیچ نمیگه بعد که نوردین محمود گفت که اما کیه؟ بعد گفت که بچه های خال احمد بایه نبره فلان فلان بو فیرو که بعد بچه جان چی میگه؟ مفتون که خیمی اگر از باباش نبتن یک باید میگم نه تن غجک خدمه سو نه تای که بعد قد تولک میگم با غجک میگم بعد امیده بعد یکی چشماش آو گرفت دیرکتری مکتبانی اینترنتانی شودران فتا سمدانی چشماش پوری او شدو بعد دیگه حافظو یک دیدن مرا دیگه خیل شدن بچه را سوزینا چوب بیدن سفید پوز شدن دیگه هیچ من نگفتم بعد من گفتم خیلی جگب نداره بعد هم غجاک ما در آوردیم شراکان که بیرند گرم دویدن هم غجاک ها تولاک ها خاطر آوردن گرست هم ششتیم هم پایانک دو هم یک فلک زم اینجا به بچه جان گفت همیشه بشه گفت دو دارو تو بگو بیرم به بگو چه بیرم ششتن خیلی با یک سه چور غزل دیگه ای اجدو تیرامتی پدرم خیلی غزلوی اما حوزی که خواندم درامدن غزل مرزاد القادری بدیل بود پدرم سو بدیل شناس و مولوی شناس بخواد بعد آمدم بعد نکی گریستن بعد گفت که یو کیان چم بعد گفتن هم خیلی دو ماهی که پدرشون مرده است خیلی بعد اوچم فیرات کن مادرم فیرات کن گفت که یو را میبره ما آنامی گب یکی مادرم در بسود وزنی این آمد اینا را میبریم اینترنت خوندنی 28 آوست بود بعد ما گفتم که خیلی مایلش صدا گفتم اینایی برادر ما اینترنت شروع بودمونه قریب به خونه هر شنبه میان اوچه ما خبر بگیرن و ما خیلی کم تر با چی ترم مایلش ما اینترنت سرچ ما میرم میگن که اونجا زور های
من باید برم بخونم. بعد گاز شست نداشتم. دام گاز شست سوار کردم برای قطی دلم دلاره مکتب در آوردن تایکش نه خجاق در تایکش مو. هیچ فراموش نمیشون. همه خیلی سه سه بعد آمدیم اینترنت خواندیم خوب در اینترنت انسامبل تشکیل کردیم آمدیم جاهای نمایان اشغال کردیم اولین باره که برآمد کنی آمدم سال 1968 ماه ایون اینترنت یک ماشینی گروزه تاکسی داشت بلاش تین داشت و بعد خرکوی دروز هوی میشیدن همجا داشتیم آمدیم و او وقت می اومدی ای سیبستون می اومدی بعد بالای بحر می اومدی ای کیبل می برآمدی ای اخبا نبود وقتی ما هر وقت میرم میگم ای خدای تولا رو بینده ما با گردی ای رفتم اومدم مکتب خانم تام کردم بعد تورش رفتم اومدیم لیکن با شرافت یک فرزند ملت امروز ای را بینی چراغ را بین زندگی ما که زندگی نامه را هر همشه نقل نمیکنیم که از آن روزی که مادرم چقدر گریه کرده برای ما همشه برای که ما اولین بار در نویشتجاتم در رادیوی کلوب نورالله و عبدالخیر جمع و بچه هستن شعری مادری ترسنزاده را تیفل ماندم از تو مادر روی تو در یاد نیست همین ثبت کردیم همین بچه همه بدن تاریخ هنرمند از اول تا به امروز من همه را در یک صحبت من گفتن نمیتونم لیکن کتا گفتم میگذارم برای شما در ساختمان کار میکردم گفتن که در تئاتر آزمون برای چرخ و فلک های برای کنکورسی بوستان رفتن به دوشنبه خیلی بعد بچه گفتن که اکه میره خیلی بعد سورشتو متاسیکل مای متاسیکلی پایکتاوانی داشتم کم کم مشغولی امی پایکتاوانی متاسیکل رو نیم داشتیم قلوبوده اشتراک میکنم بعد رفتیم یک اومد اومد چی دیگه هر که حولی تیاتر ده هر که همون جوری پسشون ده درامه دارد که فلانی اومد حد درامه دارد که سال ده همه کار کسان شادروان کریم حلیموف و مجیدوف اینو همونجا قبول کسان بعد درامه دیم همون چرخوفالا کرم یک خواندیم از دو با بالا با سال با مدلت همیشه دو دیز میره با سال دیز یک پیامد نما های از جایی که من خواندم بعد گفتن که تمام چرخ و فلک صاحب شد یافت میخوانن بعد همه دوشنبه میاد بعد وزیر مهربان نظرف بود شادروان مهربان نظرف وزیر فرهنگ بود او دیده بود در کلوب رفته دیده بود بعد میبینه که دیگه کسا میخوانن بعد میگه که او پسری که شروبات چرخ و فلک خونده بود کجا داری میگن هی یک بهانه میارن که هی کیم چی بودستی کیم چی هم تری نتونست آمده و سلامتی شنوای هم تری بعد تلفن میزنه کلوب با میرزا بگمتف کاتبی گرکامی شهری کلوب او میتن سپوریش میگه که بکوین یک ماشین گرگه زشتم اومم دوشنبه روست اومم گفتن که راست پیش وزیر فرهنگ برای بعد سهر ساعت 8 رفتم در ماشین خیلی سورم کرده راست اوپیرا بلیت اومیم اومدیم هم در حوی کنیم که قرصک سر شد 500 کس اومگی بد دیگه تمام دیگه بعد بگایی خوندیم چرخ و فلک ده خال دادن وزیر فرهنگ با خیست گفت که ده نیم خالی از من گفت همیره ما هیچ وقت ما مهربانی های استاد مهربان رو ما هیچ وقت فراموش نمیکنم بعد اومدم خالیق کلدروف با تلویزیون شنبه ایم اومدیم با گاز 51 اومدیم بعد خالیق کلدروف از دستم گرفت و گفت که 45 دقیقه گفت برنامه اجرا میکنیم فلک میخونی شعر رو میخونی بر باب خوندم با تور خوندم با خجا خوندم با دمره خوندم 45 دقیقه نوشتن بعد یک هفته رفت در تاجیکستان گوست امتحانات دولتی را در انترال می سپردم علاقه معروف شدم هم انسامبل دادن هم در اینستیتوت درس برای که من استودنت بودم در اینستیتوت درس می دادم اخه خودم دویم کورسی را بود میکنم سیم گذاشتم و یکم کورس را درس دادم فنی گرمان موسیقی
که دشوارترین فن است، همه بچه میدونن دانشجو. بعد رایالو اینستیتوت بو خی کودک دور که بدیم کوارتیره ده رایالو را جور میکن، جور کننده نصرویشی. خلاصه زندگی را میبریم. در مکتب هفته و هفته هم درس میدادم، هر جو که وقت داشتم استفاده میکنم، چورتانگا برای زندگی و میکنم. بعد توی روی سر میشید، سر شید دیگه خیلی که ای خلق طلب کرد، خلق با ماست، چون که ما از خلق هستیم. مخی همه ما و شما برای خدمت میکنیم، برای خلق. بعد توی دور میامد میگفتم دوست انا ماشین جگولی او چه جگولی هم از که چون با قادر بدن یکی بچه های ترزن میگفتن که یک افتابوسی پزیک اومد میگفتم امو وای میگفتم که یا افتابوسی پزیک بیرن یا مرشوکه بیرن یا که اگر ماشینی گروزه تاکسی برای که شش نفرش قطیمه می نوزه و 26 نفرش میخره شش نفرش نوازندن نه که 26 نفر گشت خورندن چون که این هم یک لحظه هست اخوی ایره ما خیلیم که عذاب کشید اگه بدم عذاب قدی کلان شدیم همه اینترنت با اینترنت پایلی چون یک زمستان اومدیم در گرگو قبضه زدیم در بالای مامیرک قریب گرگو خوردن مون اومدیم با قطنه گشتیم همه وغاز کردیم که سگوی قطنه بجکن همه کسا اومدیم با قطنه در اومدیم سگو که میدان بسر مونه همه مون توب میزنیم در زمین میشینیم برف های پو سخته ایسن همه سرما زگی بعد در مردو برومدن گرفتن مون بابای سیولی میگن از مامیرک اولی با فیلم در قید حیات نیست نیک فرزندش هستن ما هر وقت برم میدو فرزنده و یک یاد میکنم خبر میگیرم که همین مورا نصیبی خیمی گرگو کفاندن نکردن همین خطا خودم بود بسیار عذابو کشدگیم یا نیکی سختی سخت از یاد نمی رود یا دشمنی سخت سخت لیکن حرکت کنین که با نیکی همه وقت داده شوید اما نکند که با دشمنی داده شوید هیچ وقت خطان راه نتین دی شیخ با چراغ همه گشت گردی شهر که از دیو داد ملولم و انسانم آرز همه وقت دنیای صاف و پاک و بیغش انسانگری را در قلب هاتون لانه سازید اکنون مرحمت نوبت به سوال جواب برای که بسیار تاریخ نمای من زیاد است دراز است اگر همش نقل کنم شما ده مرتبه میگرین نه که من نمیخوام که او چه شما رو ببینم همه وقت وقتی که فرزند کلام میکنن پدر و مادر استادو هستن امروز ما خرسندیم که لکه در نزد شما همین مهمان های شما و شاگرد شما هستن احترام کردن فرق از آن میکنیم ای پدر ای قبلگاهم گنجی یک تایم توی قوتی جان و دل و هم چشم بینایم توی جز دعای سروته را من نخواهم در جهان دولتم باشد دعایت چون که دنیایم توی دعای شما بودیستاد این دعای شما بود که همه که همین هم مراد شما بود دعای شما بود که به این مرتبه ما هم رسیدیم قدردانی کردم رحمت هیچ کس از پیشکش چیزی نشد خوب استاد میخواستم که سوال تیم تأسیس انسامبل فلک برای کشور چی مهمیت دارد؟ تأسیس یابی انسامبل فلک برای پیشرفت و رشد صنعت تاجیک بسیار ماهیت عظیمی دارد و چیلی که گفته گذاشتم شکرانه از آن کنیم شکرانه از زحمت های رهبر دولت کنیم که امروز پشتیبانی از صنعت های اصیل ملی و ادبیات و فرهنگ قدیمه آریایی همون یعنی بسیار نظر اندازی نمودند و زحمت ها و کوشش ها به خرج دادند که این انسامبل های فلک و شش مقام و موسیقی سنتی والایی بابایی همون را از نو احیا کرده با مردم پیشکش نمودند اگر کسی که گذشته خودش را یاد آورده نمیتواند او هیچ وقت اندیشه دید نگاه آینده را اختیار پیشه نکند خوبتر است یعنی مقایسه گذاری میکنید دیروزه را با امروزه برای که آینده را پیدا کنین خوب دخترم همین مقایسه کنین که
فلک شش مقام دیروز چی خیل بود، اکنون امروز رواج رونق یافت، باز دیگر تکمیل می‌یابد. با دستگیری راهبر دولت تماما فلک و شش مقام دنیای دیگر را صاحب شدند و در جهان معرفی شدند. استاد راستی در طول زیاده از 30 سالی که به واسطه شاگردی کردیم یک چیزا نپرسیده بودم، اگه خود میپرسم. من دیدم که تمام از خودم سرکار بسیاری حافظه رو میبینم که صداشون میگیره بعدی مثلا 5 ساعت خواندن یا 10. من شما را کنسرت های جمهوری هم دیدم، بیرون از اونم 5 6 ساعت در هر جا حافظه بود با صدای بلند. یکی من هیچ وقت پای نبردم، ندیدم که آواز شما یگان جو خستگی داشته باشه. همین سیرا میگفتی که ما هم میفهمیدیم. ما روز گپ خدم نکی نمیدونم امیرا. آواز خوانی میشود پایانی پرده دل سر کار میکند، دیافراگما بسیار سخت کار میکند. شیش دل جگر و دیافراگما حافظه ممکن دو سه مراتب نسبت شخصیت معمولی و آدم معمولی با قوتر باشه. برای من دلو همه خیلی هستن. اما با آواز چورم از آواز سر بالا است که او رو در بعض وقت یکی حلقه میزنه. در رپتیسیا نیست، در مشق کردن. جمع عبدالخیر نورالله دانشمند بچه های انسامبل میگفت میتونم که یک وقت نگه کنی که ما در صحنه یک ناویگری پیدا میشه. آن را مطلب میگفتم شما او را بقپین، بعد با ما را بگین بعد کنسرت، بعد میریم پاگاش را میون، بعد با ما را بگین. همین بله، او یکی میویا. برای همین ما برآمد زنده را دوست میدارم. یک عمر میخوام که تا روزی اول ناو هفته ده رفتیم ولی جوانیم یاشه. اگر اما صد دکی برای ما خواهش میکنیم که همین زنده چه کدوم وقت میگن کدوم گفتم استاد ظفر نازیم که من میبرم در استادیون. همین زنده جای خچه داره. من یک شب دلم میسوزد، من یک شب کار کردم در تئاتر، برآمدم ولگا خود ماشین در حوالی تئاتر ساگی کوچه برآمدم، تاکسی من کردم برفتم خونه، نان خوردم، بعد گفتم که ماشین کو فراموش کردم، بعد قلاو را زنگ زدم گفتم ماشین مرا بابای کریم ماشین مرا پچون، ماشین فراموش کردم برفتم. عبدالخیر شو میدونن نورلوشون برای که همون دلم میسوزد. آفتاب از حسد شام نافتد زی فلک، با شکایت نویسی زور دلم میسوزد. از فلک چی گرفته دا با اون چی داده توانسته؟ از فلک دست دعا گرفتم. استاد این فلک گفتن یک سوال به ذهن من اومد. فلکی توجیک جهانی گشت. اون وقت که این خبر رو شنیدید چی حسی ها داشتید شما؟ وقتی که فلک با میراث بین المللی فرهنگ یونسکو داخل شد، راست گپ من دیگه خرسندی من ندانستم که ما در کجایم و چی حال دارم. همین قدر که او چشمه یک تازه کمو سری سر خانم ده بدم خانه ده. نبیرام رفتن ماماشون ده آشپز خانه گفتن که ای بابام گریه کرد. ما یک او چشم ریزاندم ای خرسندی ما از شدی ما. و البته این روزها با تشبوس و با زحمت حامی صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملتمان، پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان، روز تا روز صنعت رشد نمای یافته ایستاده است و از بودش باز زیادتر شده است، زیادتر صیقل یافته ایستادند و جوانان امروزه خیلی هم من بسیار خرسندم که جوانان بیدار شدند. امروز جوانان، دل جوانان، حتی دل سال رفتگان هم جوان گشته است. میگویند که امروز دوشنبه شده جنت دنیا، هرگاه که به این شهر درآید جوانه جوانه. همه امروز در زیر شعار دوستی و برادری و رفاقتی و آرامی و تنجی و صلح امانی و این زحمت های رهبر دولتمان امروز همه امن هستیم. هر ساعت میخواهیم نوشتنی می رویم، خواندنی می رویم، کتابخانه می رویم، ثبت کردن می رویم، آزاد هستیم. از این دیگر فکر میکنم نعمت بی‌بهای برای مردم اهل هنر دیگر چیزی نخواهد بود و نخواهد هم شد. استاد عزیز، می خواستم یک سوال دهم.
استعدادهای نو می تواند فلک را باز هم رشد بخشیده و در آینده استوار نگه دارد. بله بچه جان، استعدادهای نو نیست کاری که کس کرده نتواند یا اینکه از عهده همون کار برآمده نتواند. امید نیست، خیلی اریجینال هم نشود، زیر اریجینال آمده قرار گرفتنش ممکن است. اکنون اریجینال هست، اصل هست، اصل اصل هست و میموند اصل. آن که دارد اصل اصری خیش جستجو کجاست؟ آدمان بسیار اما یک دل یک رو کجاست؟ در میان 5 میلیارد آدم ظاهر پرست، آن که دارد اصل اصری خیش جستجو کجاست؟ استاد لایق شیرعلی. خب بچه جان، در این باره ما حاضر یک رفیق نزدیک در پیش چشتگی نمتلا دانشجوی کورسی سیمی کنسرواتوری ملی تاجیکستان شاگرد بنده، همین یک مصرع فلک میگوی جان فلک ببین کی از پیرانا دارد جان بر شیشتن گشتنم تماشا دارد سلامت باش، سلامت باش، رحمت بچه جون. از راستی یک سال در فیلهارمونیا بود، یک برنامه کنسرتی بود، سرود خونسودیم، یک آواز غیجک برامه در پشت نکی ما نداشتیم، اسباب غیجک نبود قطی ما. ما قطی خورشید ابراهیموف یک سرود آمیزش کرده بودیم، در خاطر شون است. ام یک غزل جمیرا اونسیا خالص که بر رخسار جانان من است با ششمقام با فلک سینتز کرده بودیم با مزیت استاد. دنبره بود و تنبور بود، دویره بود، یک یک آوازی غیجک برامد خیلی نگو میکنیم در کجا باشه، یک در پسی پردن میبینیم که استاد همی غیجک نقطه سال سروله باشه استاد. این چی زنی شما اتیاد شوگیر پرور هستن تربیه استاد گرفتیم روز سیگب که حاضر در ولایتی سوخدم با تشبس شخصا پیشوای مازه ملت انسامبل فلک احیا شده از سال 2008 فعالیت میکند و باعث افتخار است که چی کمبودیوی که ما حاضر در همین انسامبل داریم با طریق تلفن با استاد البته مسیحیت میپرسیم و در تمام چرابینی های ولایتی برامد میکنیم و همیشه دوگوش ما هستیم. سلام باشیم. به پیر نرو که در امانی، هرچند که سکندر زمانی همگان میدونن که ما طولی سالهای زیاد در انسامبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان در تحت رهبری استاد کار فعالیت کردیم و سرودهای دست جمعی بسیارتر میساختن استاد برای همه ما را و فکر میکنم به همه هنرمندان را در تنهایی سرود ایجاد میکردن. من که بسیارتر از استاد طلب میکردم که به من آهنگ ایجاد کنند، استاد یگان باری نشد است که به من نگفته باشد. همچون فرزند مرا قبول کرد در انسامبل، زیاده از 10-12 آهنگ استاد با من را ساخته است. امروز من شکر میکنم و مینادور هستم استاد از شما که با دستگیری شما، با سختگیری شما از عهده نواختن دمره برآمدم، دف و تولک را بخوبی مینوازم. این همه با شرافت و با دستگیری، با سختگیری شما بود البته. و هم آهنگ هایی که با من استاد ساختید، اگر فراموش نکرده باشید، اگر آهنگی که برای من ساختید در ذهنتون باشد میگفتید. مستانه کند رقص، سه نفر میخوندی؟ بله بله. زیاده از 10-12 آهنگ غزلی مولانا بود. بله بله. استاد عزیز، سوالی داشتم، موثر شدن فلک تا کدام اندازه میتواند صرف تاجیکی و مردمی بودن آن را نگاه دارد؟ اینقدر صاحب اختیاری و
یک فراخیه که امروز به میان آوردن راهبری دولتمون پیشوای معظم ملتمون این گواهی از آن میدهد که فلک را از لحاظ سازهای موسیقی همسایه های شرقی و غربی هم میتوانی که مکمل تر کنی و موسیقی آن را هم جای لازم است. من نمیگم که بند بست بافتی ارنجرفکا نکنین بکنین. چرا؟ چرا؟ همینجا سوال با میان میاد که چرا؟ آیا فلک ارنجرفکا دارد؟ مرادی مرارا جمع ما حاضر با شما یک لحظه میفهمونم که ارکسترهای بزرگ جهانی را امی جوابگو هم خواهد. برای همین وقت که من در توشکان در کنسرواتوری توشکان دمرقت همین خیل نواختم در گمه چاره پردگی فلک توجیک خوندم زال قرصاق زد خیست و همین کورا گرفتن یک در راهبر موسیقی انسامبل شش مقام توشکان است اومده بود در کنسرواتوری پرسلام اومده بودن کتاب نوشه سنمیره خیب ما گفتم که مایلش چیکار نه از من کدام که پرسید من دریغ نداشتم و نمیدارم هیچ وقت کدام ملتی اون در اونجا کرده است در فرانسه کرده سن در نیدرلند کرده سن ایران کرده ساده است قینترینش در دمره توجیکی ما در دمره بی پرده هست این پرده بندی از نیمه دیم عصر 15 در زمان فروبی در تنبور پرده بست یک تا بست شاه پرده است که از روی همون بعد دیگه همون اثر رفتن میگیره خانه یکم دیم فاصله خانه ما فلک ده زینه خانه نداریم تجزیه نیست من شنده نو میشنو مایل زینه خانه فاصله خانه یا که مساحت خانه میگم فاصله خانه خوب تر است. منم در نوبت خود عرض سلام و ادب دارم حضور شما استاد عزیز، حضور جمعی دوستان و حضور کلی دستان در کارون این برنامه و بالاخره حضور همه بیننده های تلویزیون سفینه. وقتی ما رو دیدید گوش کردید و شما در من چی دیدید که سخت پافشاری کردید که نه باید همراه ما کار کند و فعالیت کند. دیدی شما، نگاه شما که در من چی دیدید و زحمت های شما رو با چشم سر هم نبینم، با چشم دل حس میکنم و قدرشناس این همه زحمت ها هستم. سلامت باش مطلوبا جون. مطلوبا وقتی که من گوش کردم هرچند عضو بینایشون کم باشد لیکن با چشم سر دنیا را میبینن چون که سواد دارن. با سواد هستم. صدایی که در داخلش یک شیرینی داره، یک ملزماتیکای خاصی ما بگا فهمونده نمیتونم نه که با تری با وجود آه میگم. تشکر. انا این میگم. امی قدر میگم. اما آرام میخونه. آرام خونه هم یک هنر بسیار صحیح هست. تشکر. همون این قوم باجرفته را من اول آرام خوندم. قریب دو اکتاب پایان خواندم. بعد میبرم مثل شاهنامه
گلرخسار صفیه برای موسیقی، سرود، سخن، فلک و صنعت بود و هست که خواهد ماند. مولانای بزرگ گفته بود دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر که از ده و دد ملولم و انسانم آرزوست. عشق پاکی صافی پاک و صافی بیغش انسانی را باید در قلب جای داد، خانه ساخت و لانه ساخت و با هم‌آوازی آنها دنیا ساخت، زمانه ساخت، زندگی ساخت. این است زندگی.